أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بعد از اینکه فرمود هر چه مورد نیاز بشر بود به لسان حال یا استعداد از ذات اقدس اله خواست اون را خدای سبحان عطا کرد، و اگر به لسان مقال چیزی را از خدای سبحان درخواست کرد و اون مصلحت انسان بود خداوند اون را وعده اجابت اون را هم داده است. فرمود این در انسانه لدلومون کفار، اشاره شد که این دو تصیغه مبالغه برای آن است که اگر انسان در باره هر نعمتی که خدای سبحان به او داده است یک بار هم کفران بکند و ستم بکند، چون نعمت ها زیاده است چنین انسانی ظلوم کفار خواهد بود. و اگر درباره یک نعمت چند بار کفران کرده باشد، بیجا مصرف کرده باشد، بازم ظلوم کفار است. این دو مورد که مصحح صیغه مبالغه است. مورد سوم آن است که برخی ها با یک گناه بزرگ، با یک ظلم بزرگ میشوند ظلوم کفار، ولو ظلم یکی است یا این کفران نعمت یکی است، ولی چون مورد خیلی مهم است و این گناه خیلی مهم است باعث اتصاب شخص به این صیغه مبالغه است. در جریان افک در سوره مبارکه نور فرمود شما خیال نکنید حد که حیثیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار پوشه کسی گناه عادی است. در همون سوره مبارکه نور آیه 16 بعد تعبیرش این است که هازا بهتان عظیم. گرچه اصل قذف یا اسناد ناروا نسبت به هر مؤمنی ظلم است، اما نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، هازا بهتان عظیم، در فاصله کم از چنین گناهی به عظمت یاد میکنند که این افک عظیم است و مانند اون قهرن عذاب عظیم هم دامنگیر اینها خواهد بود. از سه مورد تا کنون مصحح اتصاف بعضی انسان‌ها به ظلم کفار بازگو شد، یا درباره هر کدام از نعمت یک بار هم کفران بکند چون نعم الهی زیاده است مصحح اتصاف به ظلم کفار است. و اگر چنین که درباره یک نعمت چند بار کفران بکند مصحح اتصاف به ظلم کفار است، گاهی هم ممکن است یک ظلم و یک کفران در اثر اهمیتی که دارد باعث اتصاف شخص به ظلم کفار بشود. مطلب دیگر این که در جریان دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه یه بخشی به حرم الهی و مکه و کعبه و اینها برمیگردد، یه بخشی به همون سرزمینی که مردم زندگی میکنن به لحاظ امنیت تشریعی. اون چی که مربوط به کعبه و اصل حرم برای حفظ و صیانت او برمیگردد، ذات اقدس اله اون را تضمین کرده است. فرمود این سرزمین
و این کعبه به هیچ وجه قابل برداشتن و از بین بردن نیست. اگر کسی نظیر ابرهه قصد سو کرده است، گرفتار طیر ابابیل یا مانند آن می شود. تهدید تکوینی خدای سبحان در سوره مبارکه حج به این وضعیات شده است که مربوط به برقراری حفظ امنیت تکوینی اون حرم است. آیه 25 سوره مبارکه حج اینه: ان الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب اليم. کسی ملحدانه بخواهد این حرم را ناامن کند، ما او را به عذاب اليم گرفتار میکنیم. یه وقت است که جنگ داخلی است، کاری به الحاد و کفر ندارد، تو مسائل حقوقی است، تو مسائل مالی است، تو مسائل سیاسی است، تو مسائل اجتماعی است. مکه هم مثل شهرهای دیگر، منتها ممکنه یه مقداری بیشتر از شهرهای دیگر مورد احترام باشد. بله، اما کعبه سر جاش محفوظ بود. درباره حرم یا درباره کعبه کسی نتوانست تغییر بده. ابرهه که قصد براندازی کعبه داشت، ارسلنا علیهم طیرا ابابیل فجعلهم کعصف المأکول. دیگری بخواهد ملحدانه با حرم مبارزه کند، با کعبه مبارزه کند، در هر اهل اسمسی باشد گرفتار این تهدید است که به من یورد فیه به الهادن به ظلمن ندب من عذاب الالیم. لذا در طول این تاریخ از زمان هست ابراهیم سلام الله علیه بالاخره یک تاریخ مدونی داره و مکتوم محقق که 4000 سال این خانه محترمانه مونده است. از اون روزی که مونده است این سرزمین مورد غارت نشد، با اینکه خوی غارتگری بود. چندین جنگ اتفاق افتاده است، گاهی محلی بود، گاهی منطقه‌ای بود، گاهی بین المللی. جنگ های جهانی اول و دوم بود از یک سو، جنگ های منطقه‌ای بود از سوی دیگر، جنگ های محلی هم که کم نبود. حرم الهی کعبه این مورد صیانت ذات اقدس اله است، به هیچ وجه قابل براندازی و تخریب و تصاحب اینها نیست. اما مسائل ظلم حقوقی و فقهی نسبت به یک دیگر، این مثل شهرهای دیگر است. معصیت هست، ظلم الکبیر هست، استحقاق عذاب قیامت را دارد و مانند آن. جریان جمعه خونین هم از همین قبیل است. گاهی کعبه را تخریب می کردن برای گرفتن یه شخصی، نه که با خود کعبه مخالف بودن. کعبه را تخریب کردن، بعد هم بازسازی کردن، مشکلی پیش نیامد. ابن زبیر وقتی در جریان فتنه خاص خود به جایی که بود بارک سید شهدا سلام الله علیه را یاری کند یاری نکرد. بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه باید تابع امام زمانش بود، مبارک امام سجاد سلام الله علیه بود، این کار را نکرده، نه با امام سوم نه با امام چهارم بیعت نکرده و داعیه استقلال داشت. گرچه علیه امویان قیام کرده بود ولی به حق نبود، برای اینکه تابع امام زمانش نبود. مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه تو من لا یحضر این بیان را دارد، این حدیث را هم نقل میکنند که ابن زبیر که مخالف ولایت به امامت بود، این کسی که مخالف امام زمان خودش است به کعبه هم پناه ببرد، خدا او رو پناه نمیدهد. هم در جریان فتنه ابن زبیر، ابن زبیر رفته بود حرم مکه، اونا که تعقیب کرده بودن رفت درون کعبه متحسن شد. اونا که قبل از انقلاب، یعنی مثلا نزدیک 40 سال یا 35 سال قبل مکه مشرف شدن، جریان کوه ابو قبیس رو کاملا از نزدیک دیدن. کوه ابو قبیس مشرف بود بر، الان هم بعض از جوار مشرف بر بیت شریف است. کوه ابو قبیس مشرف بود،
از طرف حجاج، عمویان، مروانیان، اینا که حکومت میکردن، اینا منجنیق گذاشتن رو کوه ابو قبیس، کعبه را سنگبارون کردن، ویران کردن، کعبه که تخریب شد ابن زبیر گرفتن اعدام کردن، بعد کعبه را ساختن. تا این محدود محضور تکوینی ندارد، گرچه خلاف شرع هست، معصیت هست و مانند آن. اما من یرد فیه به الهادن، کسی ملحدانه بخواهد با حرم بجنگد، با مکه و با کعبه درگیر بشود که اساس دین را بردارد، همون جریان ابرهه و امثال ابرهه تکرار خواهد شد. پس امنیت حرم دو قسم است. اون امنیت تکوینی ناظر به کسی است که بخواهد نسبت به اصل حرم و کعبه قصد براندازی داشته باشد. امنیت تشکیلی که اونجا جنگ حرام است، شکستن سید حرام است، شکستن درخت برای محرم حرام است، سید احکامی که مربوط به حرم است در فقه کم نیست. این حرمت جنگ در اونجا حرام است. وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود که برای هیچ کسی مسلحانه وارد مکه شدن حلال نیست، مگر برای من، اونم در این مقطع، بعدم خلع سلاح میکنیم خودمون رو. امنیت تشریعی حساب دارد، امنیت تکوینی حساب دیگر، و هر دو هم محفوظ شد. یعنی این دعایی هست ابراهیم، میتواند جامعه بین الامنین باشد، هم امن تکمیلی هم امن تشریعی. امن تکمیلی را در آیه 25 سوره حج خدای سبحان و عدد که من یرد فیه به الهادن به دلمن نزقه من عذاب علیم، نه نزقه در قیامت، بلکه همونجا به حیاتش خاتمه میدیم، جلوش میگیریم. و امنیت تشریعیش هم همین است. اگه کسی حرمت حرم را رعایت نکرده است، عذاب آخرتش قطعی است، عذاب دنیا هم محتمل است. کسی او رو با کعبه، منتها بهره برداری صحیحی نبود، نخواستن. اون هم کعبه رو تقدیس میکردن، منتها قداستشون در همه این بت فروشی و بت سازی و بت پرستی بود. بت‌ها هم به عنوان مقرب الالله و شفاع الالله داشتن، بیراهه میرفتن. اینا کعبه را محترم میشمردن، دورش هم طواف میکردن و قربانی هم که میکردن، مقدار گوشت قربانی را به در دیوار کعبه آویزان میکردن، مقدار خون قربانی را به در دیوار کعبه میمالیدن. که آیه نازل شده است با ظهور اسلام که این کارها کارهای جاهلی است. لن ینال الله له محاولات دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. همین دخیل بستنایی که میبینید قبلا بود، منتها به صورت دیگه بود. اون روزها دخیل بستنشون به این بود یه تک گوش را آویزان میکردن و دیوار کعبه، یا یه مقدار خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن. که این آیات نازل شده لن ینال الله دماؤها له محاولات دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. شما مال حلال تهیه کنید، قربت اعلاد قربانی کنید، با تقوا باشید، خدا میپذیرد. این کارها کارهای جاهلی است. اونا در صدد براندازی کعبه نبودن، منتها بددینی بود، نه بیدینی. بددینی را ممکن است تا یه مدتی تحمل کرد، بعد اصلاح کرد، چون که بعد اصلاح هم شده. اما بیدینی را در برابر کعبه خدای سبحان اجازه نمیده. خب دعای هست ابراهیم هم راجع به امر تکوینی میتونه باشه، هم امر تشریعی. در سوره بارک ابراهیم با الف لام ذکر شده است، این است که رب اجعل هذا البلد آمنا. در سوره بارک بقره که قبلا آیاتش خونده شد، اونجا بدون الف لام است که ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد، آیه 126 سوره بقره، وز قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اینجا رو شهر امن قرار بده. خب بعد از یه مدتی که بالاخره اون آب زمزم جوشید و
و عده آمدند و اونجا مسکن انتخاب کردند و به صورت شهر در آمد. عرض کرد ربت الحاضر بلده آمنا. جناب زمخشری این چنین معنا کرده است و بعضی از مفسران بعدی هم همون را پذیرفتند. زمخشری میگوید به این که میگوید ربج الهازا بردن آمنا، یعنی اینجا را شهر امن قرار بده. اون که میگوید ربج الهازا بلده آمنا، یعنی امنیت را به این شهر برسان، خوف و غارتگری را این شهر بردار. پس اونجا که بدون الف لام است، درخواست اصل امنیت است برای حرم. اونجا که با الف لام است، یعنی خوف جدایی کن، غارت جدایی کن، این ناامنی را از بین ببر، امنیت بیار. اما این تعبیری که سیدن استاد رضوان الله داشته که فرق بین با الف لام و بی الف لام، ناظر به این است که اونجا که هنوز شهر نبود و شهر ساخته نشد بدون الف لام است، ربج الهازا این سرزمین را بردن آمنا. اما اونجا که با الف لام است، مربوط به سفر بعد حضرت است که وقتی وارد شد دید اینجا دیگر شهر شد، عرض ربج الهازا البلده آمنا. خب این امنیت به خدای سبحانه همین کار کرده. بعد هم فرمود ما این دار مستجاب کردیم، اولا من نجعل لهم حرما آمنا. بعضی ها که خواستن به عذر بیارن بگن ما پیامبر را یاری نکردیم، اسلام را قبول نکردیم، بلکه اینکه می ترسیم ان نتخطف من ارزنا، ما را بروباین، اختطاف کنن. این آدم ربایی از کارهای رسمی جاهلیت بود، این رو میگن اختطاف. میبینید این کرگس ها که با اون سرعت پایین میان یه گنجش رو میگیرن یا یه بچه کیوان کوچیکی میگیرن، میان اختطاف کرده. خطفه یعنی ربودن. اعراب در صدر اسلام میگفتن ما میترسی گرفتار آدم روای بشیم، نتخطف من ارضنا. آیه ناظر شد که اولم نجعل لهم حرما آمنا، ما که اینجا رو حرم امن قرار دیم، اطراف پر از غارتگری است ولی این سرزمین محفوظ. و با اینکه اینجا کشاورزی طبیعی نداره، دامداری نداره، یجبا لهم ثمرات کل شی، همیشه میوه هست، همیشه لبنیات هست، همیشه نعمت های دیگر است که یجبا به این سرزمین جواهی جمع آوری ثمرات کل شی. پس ما همون دعای از ابراهیم گفت برزق اهله من آمن به ثمرات من آمن منهم، ما هم اون دعای فراوانی رزق و نعمت را پاسخ دادیم، با اینکه خودش نه کشاورزی داره نه دامداری داره، یجبا الیه ثمرات کل شی، هم امنیت حفظ کردیم. اون روز همه جا غارتگری بود، مکه محفوظ بود، گرچه ضعفا تو مکه در امنیت نبودن، ولی اون غارتگری رسمی بین قبائل تو حرم نبود. خب فبود اولم نجعل لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شی، ما که این امنیت به شما دادیم، این چه بهانه است؟ اگر آدم ربایی هست، اختطاف هست، خارج مرز حرمه، نه داخل در مرز حرم. شما داخل در مرز حرم، خب به پیامبرتون ایمان بیارید. خب پس فرق این دعا هم خواهد. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، این امنیت زمانی بود، زمینی و امثال ذالک. خب بله دیگه، بالاخره حد که حرمت مؤمن از معاصی کبیر است. اما امنیت در قبال ایمان، چون تو خیلی از این دعاهای ما اینه که اللهم انا نسألک الامن و الایمان، این ایمان همون امنیت درونی است که انسان از گزند شیطان محفوظ بماند، که اون گوهر دین را از آدم نگیرد. این دو جمله بخشی مربوط به امنیت است، بخشی مربوط به ایمان. تو دعاهای ما همینطوره، میگیم اللهم انا نسألک الامن و الایمان بک و تصدیق به نبیه. امنیت نعمت بسیار خوبی است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بعد از اون امنیت ایمان را خواسته است. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام،
این وجنبنی، حالا لغت حجاز و غیر حجاز، این تفسیر کنز و دقاقه، اونها که بین جنبنی با وجنبنی فرق گذاشتن، غالبا اینها برابر اون چیزی که زمخشری تو کشاف گفته. وجنبنی نگذار توفیق بده، نگذار که ما بت پرست بشیم، چون گناه روز این بود، فرهنگ روز بود. مسئله بت پرستی و بت فروشی و بت تراشی و بت سازی، اینا یه امر رایج روز بود دیگر. این امنیت درونی است که در حقیقت ایمان تخواستن است. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، ما موظفیم خودمون و اعضای خود، خانواده خودمون، اونا که به ما وابسته اند، اونا رو هدایت کنیم، چه در دعاها چه در تعلیمها. جریان قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره ناظر به این است که تنها خودتون رو در نیابید، به فکر وابستگانتون هم باشید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، چنین گروهی در قیامت با هم به سر میبرن و الحقنا بهم ذریتهم میشود، در اون بهشت عدن این نعمت هم نصیب اونها می شود که اعضای خانواده یک جا جمعن. و ما علتناهم من عملهم من شی، ما ضراری اینها را به اینها ملحق بکنیم، اینها یک کانون خوبی تو بهشت تشکیل بدن اعضای خانواده، و چیزی هم از عمل پیشینیان کم نمی کنیم. حالا یه نعمتی هم به اونها دادیم، اینها را پراکنده بودن یک جا جمع کردیم، این هم یه نعمتیست، یه عنایت خاصیست، اما از عمل اونها چیزی کم نکردیم، یه نعمت جدیدیست که به اونها دادیم. اگر کسی واقعا بتواند قو انفسکم و اهلیکم نارن را عمل بکند، امید این که الحق را به هم ذریت هم شامل حالش بشه، ما علتناهم من عملهم منشه بهرش بشه هست. وجود مبارک ابراهیم خلیل از خدای سبحان این کار کرده، منتها با توسعه در بنوت فرزندی. اونایی که بلند اندیش هم بلند نظرن، فرزند اونها امت اونهاست و امت اونها فرزند اونهاست. طوری نیست که منظور از اونها فرزندان فرزندان صلبی باشد. اگر وجود بارکه هست در رسول صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیان علیه و سلام ابا و هذه الامه، این حرف همه انبیا بود، که وجود بارکه ابراهیم خلیل هم در حقیقت ابو هذه الامه است. اون آیه پایانی سوره مبارکه حج هم که خونده شد از همین قبیل بود دیگر، در اونجا دارد ملت ابیکم ابراهیم و سماکم مسلمین من قبل و فیازا، این دین پدرتونه بگیرید، خب بچه ابراهیم خلیل باشید، این بچه ابراهیم خلیل باشید، این تو شیخ و انبیاست، یعنی انا ابو هذه الامه الی یوم القیامه. اون وقت وجود مبارک ابراهیم که عرض بکند وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، همه امت اسلامی را در نظر دارد، دعا برای همه است. پس مستحضری دعا بیش از توفیق چیزی دیگر نیست. برخی که فش میکردن این یک اضطراریست، یک قهریست، وقتی خدا اراده کند خب هیچ وقت کسی بیراه نمیرود، غفلت کردن از این که این در حد توفیق است و هدایت، نه اجبار. سیدنا رستم رضوان الله علیه بعضی که بحث مقصودی کردن به اشکالات رو پاسخ دادن که این سخن جبر نیست، سخن قهر نیست، سخن قصر نیست، که خدای سبحان قهرن و قصرن یه عده رو در مسیح نگه دارد، در زیل همین بخوردن به بهی ورد اخبار و آر الاسمه، همه جا همینطور است، جاهای حساس از میزان، یعنی اون جایی که حرفهای کلیدی توشه که بالاخره حرف آخر رو باید بزنن، ایشون میگه این حرف آخر رو اهل اسمت گفتن، به بهی ورد اخبار و آل الاسمت. گرچه در مقام تدوین بحث روایی از بحث تفسیری از میزان جداست، اما موقع تدریس، در موقع بررسی مطالب مهم المیزان، یک دیدشون ناظر به آیات قرآن کریم است، یک دیدشون ناظر به روایات. مثلا اگر آیه چند تا احتمال داشته باشد، اون احتمال را تقویت بکنن که روایت بر اساس آن است.
گاهی میفرمان کما سیجی او فیل بحث روایی، گاهی هم تو بحث روایی وقتی روایت مناسب نقل کردن میفرماد هازا کما تقدم. این که ببینید تو المیزان تو بحث روایی مثلا 10 روایت 20 روایت نقل میکنم و برای 10 روایت حداقل 10 صفحه شرح میخواد. این ببینید 10 روایت رو با 2 صفحه حل میکنن یا با 1 صفحه شرح حل میکنن، برای این که مطالب این روایات تو بحث های آیات تنظیم شده است. اونجا که حرفا کلیدی باشه مثل اینجا در ذیل همین دارد که به بهی ورد اخبار و آل الاسمه، خب که این در حد توفیق است. ذات اقدس اله به خیلی ها توفیق میدهد. اینا معاذ الله نبذ و کتاب الله برای ظهوره، یه عده حرف الهی را اطاعت بکنن، این صدای آشنا را میشنون، به دنبالش حرکت میکنن. بیش از حد توفیق نیست که مثلا معاذ الله کسی مجبور باشه. اون کسی که خدای سبحان او را هدایت کرده است او هم مختار است، و کسی که از هدایت مستعنف برخوردار نیست، برای آن است که قبلا هدایت های الهی را پشت سر گذاشته است، او هم مختار است. بله دیگه، این چنین نیست که اینها معصوم به ذات باشن، که اینها هر لحظه مثل وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر گفت الهی لا تکلنی الی نفسی لا تکلنی الی نفسی. خب اگر کسی بالا رفته رو نردبان بالا رفته، این اگر بگه نردبان چیه خب همونجا سقوط میکند دیگه. اینا رفیع الدرجان به اذن ذات اقدس الهی که رفیع الدرجات ذو العرش است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. اما بالاخره نردبان است، یه پلش علم، یه پلش عمل صالحه، یه پلش معرفته، یه پلش محبته. اگه کسی رو این پله ها پا گذاشت و بالا آمد، دستش به خیلی از جاها میرسه، منطقه دیدش وسیعه، خیلی از جاها رو میبینه که دیگران نمیبینن، خیلی از چیزها در دسترس اوست که در دسترس اون نیست. این اگر معاذ الله بگه نردبان چیه خب همونجا میفته دیگه. این اصلا رو نردبان ایمان، رو نردبان دعا، نردبان تضرع و ناله و صلاح و بکا ایستاده است. رضا گریه اینها بیش از دیگرانه، ناله اینها بیش از دیگرانه، خضوع اینها بیش از دیگرانه، نماز شب به اینها واجبه. این اصلا نردبان این کاره. معناش این نیست که حدوثاً محتاجن، بقاءً معاذ الله محتاج نیستن بگن ما احتیاج به دعا نداریم. اینا با دعا زنده اند، با دید زنده اند، با عقیده زنده اند. اون که نیازی به دعا و تضرع ندارد فقط ذات اقدس اله است که به کلش این قدیر به ذات است. ما هم همینطوره، ما که امتان اوناییم اگر 2 قدم جلوتر رفتیم به برکت همین ناله و تضرع و ولایت و دعا و نماز اینها رفتیم. اگر خدای ناکرده کسی بقاءن این آداب و سنن را ترک کند خب همونجا سقوط میکند دیگر. این وعبود یبک حتی یعطیک الیقین هم ناظر به این است. این لام برای منفعت است نه برای غایت. یعنی میخوای دیدید بالا بشه برو بالا، این نردبان را طی کن. نردبان نردبان نماز عبادته. خب حالا ای کسی یه قدید بالا رفت و یه قدید چیزی دید بگه عبادت چیه همونجا میوفته دیگه. این میشه بلعم یا میشه ساملی. لذا اینا هر لحظه دعا دارن. لا یملک الا الدعا و اجنبنی به بنیه نعبد الاصنام. اون وقت دلیل ذکر میکنن، میفرماد که اینه برای تفهیم ماها. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. فرهنگ رسمی جاهلیت بت فروشی، بت پرستی، بت دادی اینا بود دیگه. این دخیل بستنا هم از همون جاها به لخره رسیده دیگه. فرمود اینا بسیاری از مردم را گمراه کردن. اسناد ضمیر جمع مؤنث به اینها ازل نگفتن، نفرمود انها مثلا ازلت، ضمیر تأنیث مفرد نیاوردن، برای اینکه از اینها کارهای ذوی عقول توقع داشتن. لذا در خیر از موارد وقتی اسنام و اوثان را ذکر میکنند با اینکه فرمود افن لکم ولما تعبدون من دون الله،
با این فرمود آخه این سنگ و چوب هیچ کارن چه در اینو میپرستید؟ اما بر ادبیات محاوره ضمیر جمع مذکر سالم میاره الهم ارجلون یمشون بها ام لهم عیدن یبتشون بها ام لهم اعیون یبصرون بها. یه وقت آدم با بت‌پرست که داره حرف میزنه، چون بت‌پرست آثار ذبل عقول را بر این سنگ و چوب بار میکند، اینم باید طوری حرف بزند که با این محاوره هماهنگ باشد. برهانش هم میاره که اینا هیچ کارن، اما ادبیات لفظیش هم رعایت میکنه. در همه موارد ضمیر جمع مذکر سالم میاره برای همین چوبا، برای همین سنگا. اون جایی که جای لعن و جای تقبیح هست، اوفن لکن ولما تعبدون لما تعبدون ما تنهتون، چیزی خودتون میتراشید آخه چرا میپرستید؟ خب رب انه لأذلن کثیرا من الناس. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک است ابراهیم خود را محور قرار داد، فرمود من مدارم، هر کسی تابع من باشه از من است، من اهل البیت است، منو معصیت بکنه تو غفور رحیم. این که فرمود من تبعنی هی نام خودش میبره، سخن از پیروی است، سخن از مکتب نیست. عرض کرد که مکتب آنه که تو دادی، ما را حفظ بکن که فقط مکتب تو را بشناسیم عمل بکنیم، ولی تو ما را راهنما قرار دادی. در مقابل زلالت هدایت است. بت‌ها کارشون زلالت است. انه نه اولن کثیرا من الناس، ما هادیان مردمی، تو ما را فرستادی، هدایت هم مال راه، ما راهنمایی، مقصد تویی، مقصود تویی، همکاره تویی، پایان تویی، آیت تویی، آخر تویی، ما معیار نیستیم، ما رو راهنما قرار دادی، ما جلو افتادی. اینا که همراه ما میان خدمت شما، فینه و منی، اونایی که همراه ما نمیان کجراها میروند، فینه کنت الغفور رحیم. پس این ذوات قدسی محور راهنمایی ان، تو راه اینا مطرح ان، نه مقصد. مقصد لقاء خداست، دین خداست، اونی که ذات اقدس اعلی گفته. در حقیقت من و همراهانم تابع تویی، چون وقتی تبعیت باشد در مقابل زلالت است، اونی که در مقابل زلالت است میشه هدایت. هدایت مال طریق دیگه، مقصد رو که نمیگن هدایت، که اونجا وصول است نه راهنمایی. سخن از راه نیست که، مقصد غیر از طریق است. انسان تا سالک است و تو طریق است نیاز به راهنماست. خب من تبعنی فی انه منی و من عصانی فی انه غفور رحیم. منظورم از این عصیان الحاد نیست، چون در فرهنگ این ذوات مقدس ثابت شده است که شرک را خدای سبحان نمی آمرزد. من عصانی نه یعنی کسی که مشرک شده است و بت پرست شده است فإنک غفور رحیم، نه اصل اسلام قبول دارد، دین قبول دارد، وحی نبوت قبول دارد، ولی جز منا اهل البیت نیست، گاهی بیراه می رود. اینجاست که خدایا تو غفور رحیمی، نه اگر کسی شرک ورزید فإنک غفور رحیم. این که با من یشرک بالله فقط حرم الله علی جنه سازگار نیست، این الله با یغفر ما دون ذلک لمن یشاء با لا یغفر ان یشرک به سازگار نیست. این طریق دیگه، اینم طریق است، اینه که مقصد نیست. زلالت مال راه دیگه، یه قوایت است یعنی بی هدفی، و یک زلالت است یعنی گمراهی. ما زل صاحبکم به ما قوا، یکی از فرقهایی که بین زلالت و قوایت است این است، یه وقت انسان بی هدف است، مثل آدم ملحد، کمونیست، پوچگرا، کسی نمیدونه برای چی آمده، نمیدونه کجا میره. یه وقت است نه، مسلمان است، هدف دارد، منتها بیراه میرود. اونی که بیراه میرود راه رو گم کرده است، راهی راه است. اینو میگن زلالت.
اما اونی که پوشگرا و بی هدف است بگن غاوی، یعنی اصلا مقصدی ندارد. که در اون آیه معروف داد ما زل صاحب و کن و ما قبا، اینجا نه سخن از زلالت است نه سخن از قبایر. اینا چون الله را قبول دارن به عنوان خالق، قبول دارن به عنوان رب الارباب، قبول دارن، اونجا بیراهه میروند به جای که الله را عبادت کنن این بت‌ها را عبادت بکنن به گمان باطل که این بت‌ها مقربند و شفید، در حالی که از این بت‌ها کاری ساخته نیست. خب این جریان جنبنا یا وجنبنی به لغت حجاز یا غیر حجاز به منزله سبسنا و عدمناست که در وعده‌ای که خدای سبحان قبلا داده بود در آیه 27 همین سوره ابراهیم یسبح الله الذین آمنوا بالقول ثابت، این یسبح الله الذین آمنوا تو دعای هست ابراهیم آمده است، به جای ثبتنا فرمود وجنبنی به بنی نعبد الاسلام، یعنی ثبتنا علی التوحید، این تثبیت الهی است. مطلب دیگر این که برای جلب عنایت الهی کلمه ربنا در قالب موارد تکرار شده است. ربه در آیه 35 آمده و ازغار ابراهیمو ربه جعل هازل برده آمنن و جنبنی بریه نعبود الاسلام، در آیه 36 آمده است ربه انهن اذنن کثیر من الناس، چه که در آیات بعدی هم کلمه رب تکرار شده است. و چند سوال مربوط به این بحث‌های قبلی است که اگه مناسب شد درباره عدم تعارض علم و دین و اینها مشخص بشه. حالا اینا خطوط کلی است، محل ابتلاء روزم هست. تا می‌بینید یه روایت گفته شده حجامت خوبه، از اون طرف میگه این حرفا کهنه است. خب شما ببینید مگر روایات ما، مطلقات ما، عمومات ما مخصص لفظی نداره؟ خب اینا مخصص لبیه، نباید گفت حجامت کهنه شده یا نمیدونم این روایات که در لا ادوا یعنی واگیر نیست، بیماری واگیر نیست. شما بیایید اون جایی که علم ثابت کرده است رو مخصص لبی یا مقید لبی قرار بدید. تا میگن نمک قبل از طعام و قبل از طعام مستحب است، میگن نمک سم سفیده برای فشار خون بده. خب برای کی بده؟ مطلقا بده یا برای کسی که مشکل دارد بده؟ این رو نمیشه گفت تعارض علم و دین، در جریان حجامت اینطوره، در جریان نمک اینطوره، در جریان لا ادوا و عدم واگیر بودن برخی بیماران اینطوره. خب ما این همه روایات نقلی داریم، آیات داریم، اینا تخصیص در ما من آمه الله وقت خص اصلا رسم رسمی است. تو مسائل تجدیبی هم این چنینه، این میشه مخصص لبی و مقید لبی. و نگرانم نباید بود که با پیشرفت علوم انسان بتواند تخصیص بزند، تغییر بزند. این باعث گسترش معارف است نه تغییر در خطوط کلی. شما میرید در زمان مرحوم شیخ مفید یا سایر بزرگان رضوان الله علیهم فقه یک جلد بود، الان شده جواهر 40 جلدی و از این 40 جلدی ها هم بعد جواهر هست. خب این الان با این سفرهای اخیری که میشه مسئله قبله کدوم طرفه، استقبال بشه سبکیست، استدبار بشه سبکیست، ما چه آسمان بریم چه زمین بریم ولی کعبتو قبلتی تونست که عوض بشه. این رو علوم روز به کمک فقه باید حل کند که وظیفه این مسلمان ها چیه، اینا که رفتن به کرات دیگر قبلهشون چگونه است، استدبار بشه نحوه است، استقبال بشه نحوه است. چون ما تا زنده ایم ولی کعبتو قبلتی، خواب ما به طرف کعبه، بسیاری از عادات و آداب ما به طرف کعبه، ذبح و نهر ما به طرف کعبه، تمام این طیور و انعامی که ذبح میشه، چه شترهایی که نهر میشن به طرف کعبه، تنها مربوط به محتضر و دفن و اینا نیست که بلکه عبود قبلتی. ما آداب واجب ما اینه، آداب مستحب ما اینه، بعضی از کارا استقبال به کعبه واجبه، بعضی از کارا استقبال و استدبار حرامه. خب پس ما با کعبه داریم زندگی میکنیم. علم روز که آمده فقه را شکوفا میکرد، نباید نگران بود. این هم باید توجه داشت ما بر مخصص لبی وقتی که عام یا مطلق را میخوام تغییر بزنیم یا تخصیص میکنیم، مگه با هر روایتی
عام یا مطلق تخصیص میخوره. خب یا اونم شرایطی دارد، صدور باید درست باشه، جهت صدور باید درست باشه، دلاله باید درست باشه، معارض نداشته باشه. تا وقتی نصاب حجیت تمام شد بشه مخصص یا مقید لفظی. تو لبی هم همینطوره، مگه با هر فرضیه آدم دست از عام یا مطلق برمیداره؟ فرضیه تا به نظریه تبدیل نشد، تا تثبیت نشد. شما ببینید هر از چندگاه یک کسی ادعای فناوری داره، بعد یا دیگری تکذیب بکنه یا خودش رسوا میشه تکذیب میکنه. با این که نمیشه گفت که پس برابرین روایت چه میگوید که؟ بله، اگر یه امر تثبیت علمی شو هیچ فقیه بهش اصولی هم نگران نیست. اما صرف این که یک کسی ادعای کرده، این جریان داروین هنوز به جایی نرسیده، ادعی آمدن گفتن این مخالف علمه، بعد نمیشه کشف خلاف شد، اصلا با اصول علمی سازگار نیست. اگر یه چیزی از فرضیه به در آمد، واقعا نظر روشن شد، مثل کرویت زمین، مثل حرکت زمین، مثل بسیار از مسائلی که دیگه حالا علم تثبیت کرده است، میشه مخصص لبی، میشه مقید لبی، نگران چیزی نیست. هرگز نمیگوید علم با دین معارض است. اولا علم را محصول حجت خدا میداند و دین اعم از عقل و نقل است، علم را در قبال نقل قرار میدهد. اگرشون تثبیت خیلی هم شتاب زده حکم نمی کند. اگر مجامع علمی، محلی، منطقی، بین المللی نظریه را تثبیت کردن، پذیرفتن که علم اینه، نمک برای فرانکس ضرر دارد، خب آدم میگه وقتی که مستحب است قبل طعام یا بعد طعام نمک، این الا فرون گروه، این محضوری ندارد. این نمیگه علم در مقابل دینی که حجامت برای فرون گروه ضرر دارد، الان که ثابت شده برای خیلی خوبه، همین خوندهی ها این هم همین قبیله. خب الان که نمیگه علم با دین مخالفه که اون شرایطش میگیره، مخصص لبی یا مقید لبی اون مطلق که عام قرار میده ماننده. حالا مناسبت های دیگری که آمده انشاءالله مطرح میشه. الحمدلله.